درد من در افتادن تو نیست در افتادگی باقی نمون با باورهامون عوض میشیم نه با آرزوی همون آمین نیخم شده رو خورد نخواهد کرد فیتلی نیمسود خاموش نخواهد کرد که دست شریر برای هر ایرانی رسفا بشه بیست در موضع اقتدار آباری خود تو خدا رو نبرد تو میدونی او چیه؟ او کسی که نجات دار آمین برای تو امید هست چون خدای ما زنده است آمین کلام خدا میگه اگر ما فرزندانیم پس وارثان نیست هستیم روز یکشنبه روز خیلی خاصی برای ما مسیحیان چون که با اشتیاقی میایم در حضور خداوند روزمون رو تنظیم میکنیم تا اینکه بتونیم در حضور و استراحت و آرامی بیابیم آمین کلام خدا در کتاب آموس میگه که ای اسرائیل ای قوم خدا ای فرزندان خدا خود را برای ملاقات با این خدا آماده کنید آمین یک شنبه ها برای ما روزهای خیلی خاصیه چون که خدا ما رو دعوت میکنه که بیایم در حضور او تا آنچه را که برای ما در نظر داره رو از آسمان به ما عطا کنه آمین روزی یک شنبه سفره خداست که بازه تا فرزندان رو به این سفره دعوت کنه طول هفته ما در واقع هفته های سخت، هفته های بحران، هفته های جنگ، هفته خسته کننده خواهد بود ولی احتیاج داریم که یک روز در حضور خداوند سبت یا شبت بیابیم آمین سبت روز آرامیه روز استراحته و خدا میخواد که در این روز ما در حضور او آرامی بیابیم بیایید نزد من این تمامی زحمت شما و گرام بران من شما را من شما را این دنیا شما را آرامی نمیده آرامشی که من به شما میدم شادی که من به شما میدم این دنیا به شما نمیده پس چیزی که در واقع خدا امروز ما رو دعوت کرده با این ایمان بیاد که امروز میخوام در حضور خداوند آرامی و استراحت بیابم آمین امروز میخوام مسیر جلسمونو رو به نوعی دیگه انجام بدم و ابتدا پیغام خدا رو با شما در میون بذارم و بعد پرستش چرا که یه جاهایی از ما پرستش میکنیم آماده میشیم زمینمون مستعد میشه خیس میخوره تا اون بعض کلام خدا در قلب ما پاشیده بشه یه جایی هست که نه ابتدا ما باید کلام خدا برای مکشوف بشه تا بعد بدینیم دلیل پرستش ما چه خواهد بود آمین امید. به چه دلیل پرستش کنم کی رو پرستش کنم و چگونه و در چه راستایی رو پرستش کنم آمین امروز میخوام در واقع از این روش استفاده کنم با هدایت روح خدا که پیغام خدا رو با شما در میون بذارم میخوام بریم به کتاب تصنیه باب 29 آیه 29 و یه آیه رو برای شما باز میکنم و بر اساس این آیه پیغام امروز رو با شما در میون میذارم و بعد از اون میریم سراغ پرستشی که خداوند میخواد در حضور او داشته باشیم کتاب تصنیه باب 29 آیه 29 آیه بسیار زیبا و بسیار غنیه که در اون هفته حرفای نگفته زیاده و این آیه درباره این صحبت میکنه چیزهای مخفی از آن یهوه خدای ماست اما چیزهای مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ما است آمین تا جمیع کلمات این شریعت را به عمل آوریم آمین در این آیه درباره این صحبت میکنه که در دنیا دو تا چیز وجود داره چیزهای مخفی که از آن خداست و خیلی مواقع ما چیزهایی رو نمیدونیم توی زندگیمون سوالها، بحرانهایی به وجود میاد که ما نمی‌دونیم. اتفاقایی میفته که ما نمی‌دونیم. چرا خدایا؟ چرا این همه ظلم، این همه ستم، این همه بلا، این همه مصیبت، این همه بدبختی؟ چرا این همه درد، این همه لعنت؟ چرا بچه‌ها باید اینگونه گونه باشن؟ چرا این همه در واقع توی دنیا ناامنی و این همه شرارت و ظلم وجود داره؟ و های بسیار زیادی که وجود داره. که چرا و چرا و چرا و چرا؟ و برای هر کدوم از ما این سآل ها میتونه پایانی نداشته باشه به همین دلیل چیزهای زیادی هست که در کلام خدا صحبت از این میکنه که اینها یک رازه و حکمت ما جواب نمیده عقل ما جواب نمیده حتی معرفت ما جواب نمیده خیلی چیزها جواب نمیده به همین دلیل در واقع انسان همیشه دوست داشت که چیزهای زیادی رو از خدا بدونه دلیل سقوط آدم همین بود که میخواست مثل خدا در واقع باشه و هر چیزی برای آشکار باشه و اینجا در واقع یه خطر میتونه وجود داشته باشه که فکر میکنم اگر من ندونم و پاسخ سآل هامو ندونم آیا میتونم در این حال به خدا اعتماد کنم؟ خیلی مواقع سوال هایی تو ذهن ما هست که ما رو از اعتماد به خدا کردن من میکنه من نمیتونم در واقع همه سوالهای زندگی شما رو جواب بدم هیچ کس هم نمیتونه ادعا بکنه حتی مسیر رو جا بازگشتش میگه در اراده پدره اون فقط میدونه که من که بعد برگردم زمانها کی باید به کمال برسه اما اعتماد میکنم به پدری که مرا فرستاده تا ارادهش رو به انجام برسانم آمین حتی نمیدونم که الان چرا در واقع او من را رها کرده اون مقطعی که رو صلیب هست سوال زیادی هست توی زندگی ما که ما براش پاسخ نداریم از گذشته از بچگی نگاه کن چرا این اتفاق باید برای من میافتاد چرا برای مادر من برای پدر من چرا برای خانواده من چرا برای دوست من چرا جلوی چشمان من این اتفاق باید میافتاد و من میدیدم تمام زندگی من به هم ریخته تمام شالوده ای ایمان من به هم ریخته چرا باید این اتفاق میافتاد؟ وقتی به گذشتم رو نگاه می‌کنیم چیزهایی رو بر کردیم که هنوز که هنوزه چه بسا پاسخی براش نداشته باشیم وقتی به کتاب هباغوغ ما نگاه می‌کنیم شرحال این مرد شرحال کسیه که سال و سال و سال و سال داره نبی خدا اما سال داره به حال انسان که هست نبی خدا هستی مرد خدا هستی زن خدا هستی داور هستی هر کسی هستی پادشاه هستی به حال به عنوان انسان سوال داری به عنوان کسی که در واقع موافق تو خدای قادر مطلق و قبول کردی سوال داری و سوال میکنه چرا خدایا اما خدا بهش پاسخی نمیده و بعضی مواقع این پاسخ ندادن ها بین ما و خدا رو در واقع به هم میزنه بارها شده سوال کردم چرا و هیچ پاسخی نبوده یا اون مقطع پاسخ نبوده یا اصلا براش پاسخ نبوده سوالهای زیادی دارم تو های ایمانم که هنوز به جواب ندادم اما های زیادی هم هست که خدا بهش پاسخ داده اما اینجا جواب دادن خدا و ندادن خدا یه چی رو برای تو مشخص میکنه آیا اساسا این خدا قابل اعتماد هست که تو پشت سرش راه بری یا نه یا باید همه سوالای ذهن تو رو جواب بده خیلی معلم ها هستن سر کلاس همه سوالای تو رو نمیتونن جواب بدن اما تو میری سر کلاسش میشینی از علمش یاد میگیری میخوام اینو به شما بگم زمانی تو زندگی های ما میفته که جنگ روحانی اتفاق میفته جنگ روحانی برای اینکه چرا اجازه دادی من از این چیزها عبور کنم اجازه دادی فلانی از این چیزها عبور کنه اجازه دادی این وقایع اتفاق بیفته و کلام خدا اینجا داره درباره این با ما صحبت میکنه که چیزهایی هست که مخفیه و اون از آن خداونده اما اینو فراموش نکن اگر چیزی باشه که مربوط به تو میتونه باشه و پاسخش برای تو اساس زندگی تو رو عوض میکنه مطمئن باش که خداوند اون رو از سر آزاد میکنه و بر تو مکشوف خواهد کرد آمین, آمین. به همین دل وقتی کتاب مقدس ما نگاه میکنیم راجع به عطای روحانی میبینید یه سری عطایا ده متای عطای مکاشفه ای برای خدا که خدا مکشوف میکنه با ما وقتی کلام علم رو نگاه میکنید عطای مکاشفه ای که خدا مکشوف میکنه چرا که چیزهای آشکار نزد انسانه آمین و برای ما و برای نسل بعد از ما خواهد بود اما همه چیز ما نمیتونیم بفهمیم اینجاست که اعتماد به خدا شرط اول آخره و به حبقوق در واقع اینگونه گونه میشه قرر میکنه با خدا واژه حبقوق در زبان عبری به معنی در آغوش گرفتنه یک بار راجبش صحبت کردم حبقوق یعنی در آغوش گرفتن در آغوش گرفتن شرایطی که تو پاسخش نمیدونی چرا نمیدونم اما میتونی شرایط تو بپذیری و به خدا اعتماد کنی؟ مرگ بدبختی مصیبت بیماری خیلی چیزا تو این دنیا هست خدا چیزهایی برای ما مکشوف میکنه اما چیزهایی هم کسی مکشوف نیست اما خدا در واقع یه ملاقاتی میکنه با حبقوق و به حبقوق در واقع یک چیز رو میگه میگه وقتی حبقوق در واقع خدا رو ملاقات کرد تمام سوالاتش انگار در واقع پاسخ داده شد در صورت که خدا هیچ پاسخی به سآلای او نداد که چرا خدای این همه بیانصافی و بیعدالتی در دنیا وجود داره چرا این همه ظلم وجود داره چرا قوم تو که به تو عارف هستن و تو رو میشناسن و زیر نظر تو هستن باید اینقدر سختی و بدبختی بکشن و ظالم و سالم باشن و مظلوم بدبخت و بدبختر یه سوالیه که در واقع منطقیه نه هر کسی میتونه سوال بکنه چرا این همه آوارگی چرا این همه بدبختی تو زندگیم تو پناهندگی توی ای ایران دست به هر کاری میزنم چرا بعد از این ملاقات حبقوق نگاهش عوض میشه و خدا در واقعی در یک جمله بگم توی این سباب کتاب حبقوق یک جمله فقط هست و اون اینه حبقوق گیریم که من سوال تو رو پاسخ دادم آیا دیگه برای تو سوالی وجود نخواهد داشت؟ پس اعتماد تو به من کجاست؟ اگر قرار ما همه چیز رو بدانیم درباره خدا و اثار خدا و دنبالش بریم همون پاسخی که عیسی به تو ما داد خوشا به حال آنانی که ندیده به من ایمان میارند تو دیدی و ایمان آوردی اینطور هم نیست که خدا بر ما مکشوف نکنه چون که چیزهای آشکارم بسیار هست آمین پس میخوام با این آیه شروع بکنم و اون چیزی که خدا امروز میخواد با ما در میون بذاره رو با شما در میون بذارم و چیزهایی که خدا میخواد بر ما مکشوف بکنه از طرق مکاشفات گرفته مکاشفه کلام گرفته عطایای مکاشفه گرفته مثل کلام علم مثل کلام حکمت مثل تشخیص ارواح که خدا در واقع با ما چشمی به ما میده در واقع چشم دل ما رو باز میکنه یا چشم روحانی ما رو باز میکنه تا ما بتونیم وقایعی رو یا حتی نباوتی در واقع باشه که من بتونم در واقع چیزی رو قبل از واقع یا چیزی رو از شرایط در واقع گذشته من با خبر بشم خدا اجازه میده که در واقع ما چیزهایی رو آشکار کنه برای ما آمین خدا به ابراهیم میگه میگه چگونه کاری رو بکنم که به دوستم ابراهیم از قبلش نگفته باشم پس خدا میخواد بر ما مکشوف کنه اما این مکشوف کردن خدا به این معنی نیست که همه چیز جهان رو ما خواهیم فهمید به اندازه خواهیم فهمید که به او اعتماد کنیم و ما بقیه زندگیمون رو دنبالش بریم آمین و خیلی از ما تو ایمانمون به خاطر همین سوال بدون جواب میافتیم اعتماد نمی کنیم شما اگر نسبت به دوستت نسبت به همسر چهار تا سوال بدون جواب داشته باشی بهش اعتماد نمی کنیم. تو امور مالی دو تا سوال ازش بکنی همسرت به جواب نده دیگه بهش اعتماد نمیکنی میگی داره منو دور میزنه دو تا جا بره تو نفهمی کجا بره دیگه بهش اعتماد نمی کنی درسته؟ درباره خدا هم همینه به همین دلیل شیطان یکی از راهای جنگش اینه ما را از چیزهای مخفی که مال ما نیست به وسوسه وامی داره و اعتماد به خدا رو در ما میزنه گرچنجی شکوفا آورد محصول زیتون حاصل دهد آغل از گله خالی شود این بشه یا این نشه به نجات خدای خیش وش خواهم نمود نباید همیشه گلم پر باشه درختم پر انجیر باشه درخت زیتونم پر از میوه باشه همه چیز گرم بقول من رو عالی باشه و پرفکت باشه که تازه من بتونم به خدا اعتماد کنم این همون چیزیه که شیطان به خدا گفت درباره ایوب تو همه چیز رو به او دادی درختش پر انجیره درختش پر زیتونه محصول گلش پره همه چیش عالیه معلومه تو رو پرستش میکنه برای سوال تولید کن ببین هنوز حاضر تو رو پرستش بکنه و سآل زیادی تمام روابط های ما به خاطر سآل های بی جوابه که میزنه با خدا هم همینه میخوام این رو برای شما باز کنم که حواسمون باشه یکی از دنیای روحانی جنگ روحانی که واردش میشی راجع دنیایی هست که تو نمیشناسیش و اگر نشناسیش اینجا دو حالت داره یا باید به خدا اعتماد کنی که اگر خدا تو رو عبور میده اینجا اگر خدا تو رو گذاشته حتما عبور میده آمین مسیح ما رو به راهی نمیبره نمی که قبلا خودش عبور نکرده باشه من باید به او اعتماد کنم اما در این حال چیزایی برای من باز میکنه بقول با یوحنا آخرین باب کتاب یوحنا میگه میگه مسیح چیزهای بسیار کرد و بسیار هست برای گفتن که تومارها جاشو نداره اما به اندازه ای فقط نوشته شده به اندازه ای مکشوف شده به اندازه ای به تصویر کشیده شده که تو ایمان بیاری نجات بیاری و به او اعتماد کنی دنبالش بری آمین وگرنه من اگر دنبال این باشم که همه چی را بدونم وسوسه هوا وسوسه آدم دوباره من من خواهد بود و اگر نتونم بهش برسم سقوط خواهم کرد خیلی مواقع ما دعا جواب نداره دعا میکنم دعا میکنم دعا میکنم جواب نمیاد جواب نمیاد جواب نمیاد بین تو و خدا دلسردی سردی به وجود میاد برای به حضور و برای چی به حضور خدا برم این همه دعا میکنم یکی برای من نوشته بود برادر اینقدر من دیگه فرمان دادم تو جنگای روحانی یه زبونم مو درآورد. یه پاسخی میخوام بدم کلام خدا میگه مش در هوا کوبیدن فایده نداره تو باید قانون جنگ روحانی رو یاد بگیری به قانون تو باید جنگ بکنی همه چیز در دنیا قانون وجود داره چه چیزهای مخفی چه چیزهای آشکار همه چیز در جهان قانون وجود داره اساس خلقت قانونه وقتی خدا در واقعی داره جهان خلق میکنه بر اساس یه قانونی بر اساس نظمی از زمان گرفته از مکان گرفته از تمامی قوانینی که امروز دارن تازه کشفش میکنن خدا از پیش از بنیاد آدم طراحیش کرده که همه چیز در یه قانون باشه و اینکه آدم کجا باشه و چطور باشه اینم یه قانونه تو رابطهش با من یه قانونه تو رابطهش با دیگران یه قانونه تو رابطش با خودش یه قانونه تو رابطش با زمینی که اطرافش یه قانونه نسبت به چیزهایی که خدا بهش داده یه قانونه و وقتی تو در قانون باشی خدای حاکم بر قانون تو رو حمایت میکنه آمین برای آنانی که در مسیر اراده خدا در قانون هستن همه چیز با هم به خیریتشه حتی اگه بی به تو بخوره برای آنانی که در قانون خدا عمل میکنن همه چیز به خیریتش خواهد بود اما به شرطی در قانون زندگی کنم در قانون الهی زندگی کنم اونجاست که به تو میگه شخص عادل شخص عادل کیه؟ کسی که در قانون داره عمل میکنه کلمه قانون میخوام یه مقدار راجع به قانون آسمان برای شما بگم و اون چیزی که خدا بر ما مکشوف کرده اگر تو بدونی همه چیز به قانونه حتی چیزهایی که مکشوف نیست میتونی طبق قانون حداقل از برکاتش سهیم بشی واژه قانون چه از زبان در واقع ما رفته باشه به زبان یونانی یا از یونانی اومده باشه به ادبیات ما فرق نمیکنه ولی کلمه قانون از ریشه کلمه کانون میاد همین دوربین کنون کانون که میبینید برای چی داره میگم کانون واژه کانون در ادبیات یونان به یه چوبی گفته میشد که یه چوب صاف بود که برای اندازه‌گیری استفاده میشد شما یه چوبی دارید در واقع به نوعی مثل یک خودکاری چوبای بزازی بود یه متر دو متر این کانون بود یه کانون بود برای چی میگن کانون؟ چون که دقیقه برای چی میگن دوربین کانون برو بخر؟ چون که دقیقه دوربیناش لنزاش دقیق تنظیم شده همه چیز در واقع طراحیش طوریه بخاطر خاطر همین کیفیت و ممکنه قیمت شما، تبلیغ کانون نمیخوام الان بکنم برای شما که فکر کنید حالا شرکت مثلا ژاپن به من پول داده که من حالا تبلیغ کنان براتون بکنم میخوام یه چیزی برای شما باز کنم که یه بار دیگه تا آخر عمرتون تو ذهنتون بشینه و چون که دقیقه و همه چیز بر اساس میزان و اندازه گیری درست طراحی شده این اسم از اونجا برداشته شده از همون اصطلاح کنون که اون چوبیه که باش همه چی رو اندازه گیری میکردن هم در واقع میزان متر مشخص میکردن هم صاف بودن رو که چی کجا قرار بگیره رو بهش گفتن چی؟ کانون ما بعدا این اصطلاح رو میبینیم برای کسایی که در علم الهیات در واقع تحصیل میکنن ما یه واجهه داریم به نام کانون کتاب مقدس که این کانون میاد تصمیم میگیره چه کتاب از خداست چه کتاب‌هایی از خدا نیست حالا بگذاریم کلمه قانون از همین ریشه کانون میاد در ادبیاتی که ما داریم استفاده میکنیم و اینجا در واقع داره این صحبت میکنه که خدا همه چیز رو در سر نظم خودش در بهترین عالیت با بهترین کیفیت و بهترین عملکرد قرار داد به این میگن کانون خدا به این میگن قانون خدا اینکه تو در کجا باشی بهترین بازدهی رو خواهی داد و بهترین نتیجه رو خواهی داد این میشه قانون خدا این همون چیزیه که بعدا بهش میگن عدالت همون چیزی که در زبان عبری بهش میگن صدق خدا صدق خدا یا عدالت در واقع اون صادق بودن خدا میگی فلانی آدم صادقیه یعنی چی صادقه یعنی آدم راستی یعنی چی راسته یعنی کانونه یعنی چی یعنی درسته صدق از همینجا میاد در زبان عبری واژه عدالت یعنی صدق خدا و خدا در واقع میخواد که ما در صدقش باشیم در عدالتش باشیم و عادل به ایمان زیست میکنه آمین چی منو در عدالت قرار میده ایمان من میگه اینجا بیس میگه شخص دو دل رو یعنی شخص بی ایمان رو شخص مشکوک و شخص شکاک و شخص ایمانه میگه شخص در واقع مشکوک رو گمان نبرد شخص شکاک رو گمان نبرد که چیزی از خدا یابد چرا چون که مثل امواج دریا دائم در تلاطمه و چیزی دریافت نمیکنه اما به ایمان دریافت میکنی پس اینکه ایمان من چی به من میگه من در کجا هستم و ایمان من چی به من میگه مطابق باور و ایمان من دریافت میکنم آمین برگردیم پس میخوام برگردیم به قانون الهی که همه چیز در زیر آسمان طبق قانونیه برای هر چیز در زیر آسمان وقتیه برای هر مکان و هر چیزی زیر آسمان طراحی به وجود اومده اما میخوام برگردیم به دنیایی که در واقع برای ما خدا میخوام مکشوف بکنه و یکی از چیزهایی که خدا میخواد برای ما مکشوف کنه قانون آسمانه آمین همه چیز در دنیا هر برکتی مطابق قانون وارد زندگی تو میشه و هر لعنتی به واسطه شکستن قانون در زندگی تو وارد میشه و اگر میخوای وعده های خدا رو بیابی باید به قانون پهلوانی کنی و به قانون رفتار بکنی چرا؟ کسی که قانون رو گذاشته به عنوان قانون گذار پشت سرت خواهد بود من نمیتونم به بیقانونی رفتار کنم بعد انتظار داشته باشم خدای قانون از من حمایت کنه من نمیتونم دهانم به بی ایمانی یا بی باز کنم و اجازه داشته باشم برکت قانون رو دریافت کنم من نمیتونم هر جور دلم میخواد زندگی بکنم و بعد انتظار داشته باشم برکت بگیرم چون قانون الهی عوض میشه آنچه که میکاری رو درو میکنی آمین من نمیتونم یه چیز دیگه بکارم یه چیز دیگه درو کنم این قانون نیست میگه تو نمیتونی برکت رو برداری لعنت بگیری و بر لعنت رو برداری برکت بگیری قانون داره میگه تمام کتاب مقدس تمام آیات میگه میگه تو نمیتونی آتش رو در آغوش بگیری و نسوزی خاصیت آتش سوزانیدن قانونه معاشرت با شریران اخلاق حسنه رو باسد میکنه قانونه اگه به ایمان زیست کنی این نصیب تو خواهد شد قانونه تمام کتاب مقدس قانون خدا رو داره میگه که تو چطوری از قانون استفاده کنی و برکات خدا رو دریافت کنی آمین؟ مشکل ما اینه که قانون الهی رو نمیدونیم و کتاب مقدس برای ما یک قانون قانون‌های خشک و بی بیاعتبار بی 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 خواهد بود تو زمانی که بدونی این قانون مال توه و قانون پشت توه تو نصف در واقع پنجاه درصد قانون رو دریافت کردی ما میستی تا قانون گزار تو رو حمایت کنه آمین قاضی که از آسمان ایستاده و قانون رو داده تو رو حمایت میکنه همه چیز در زیر آسمان در یک قانونیه و شیطان به عنوان یک دادستان که کارش محکوم کردنه دادستان قوانین رو از قاضیا بهتر میدونن دادستان قوانین رو از در واقع وکیلا بهتر میدونن به همین وقتی میخوان یه نفر محکوم کنن چنان محکوم میکنن که وکیله توش میمونه چطور بکنه؟ بکنن شوک میشه رو دست میخوره یه دفعه داخل دادگاه این چطوری منو پیچون با دست پر رفتم و در واقع گیر کردم شیطان استاد در واقع قوانین الهیه به همین دلیل میدونه چطوری آدم رو باید فریب بده که تو قانون بندازتش و با قانون در واقع اون رو بزنه زمین اینجاست که اگه من قانون خدا رو بلد باشم در مقابل هر فنی یه بدل وجود داره اینجاست که خدا میخواد ما رو از قانون الهی آگاه بکنه آمین پس کلام خدا رو من باید یاد بگیرم که قانون خدا به من چی میگه تمام لعنت هایی که تو زندگی ما اومده شیطان تا تو رو در واقع شیطان نمیتونه در ما وسوسهای به وجود بیاره اگر قانون خدا رو در قالب فریب واژگون نکنه و تو رو در واقع مجاب نکنه که آنچه که می‌کنی قانونیه و حق توه قانون راجب چی صحبت میکنه؟ راجب حق داره صحبت میکنه که این حق توه درسته؟ و این حق تو نیست قانون تعریف میکنه که چی حق توه چی حق تو نیست پس وقتی تو مجاب میشی که این حق منه به خودت اجازه میدی که دریافتش کنی و خدا در واقع این حق رو تعریف کرده که بابا حریم زندگی تو اینه تو در سلامت این گونه میتونی باشی این که من کجا باشم میشه عدالت این که من چگونه زندگی کنم میشه قانون الهی این که من چگونه ایام عمرم متبارک خواهد بود میشه قانون خدا برای چی کلام خدا میگه به پدر و ما مادر خود احترام بذار وگرنه ایام عمر تو کوتاه میشه پس در واقع اینجا یه قانونی هست برای مرگ که در واقع یه ایام اون دارم که عمر من طبیعی تمام میشه در وقت و زمان خدا طبق کلام خدا ایام عمر من رو در رحم مادرم تو شمردی داوود میگه یعنی چی هر روزی که من متولد شدم نطفم گذاشته شد تو ایام عمر من شماردی کی کجا در چه تاریخی در چه بستری من تمام خواهم کرد اما یه مرگی هم داری مرگ زود به هنگام مرگی که خارج از زمان میره چرا چون که طبق قانون من رفتار نکردم پس طبق قانون بر من عمل نمیشه ایام عمر کوتاهتر از ایام عمر معمولی خواهد بود خودکشی برای چی اتفاق میفته؟ این مرگ نابهنگامه بعضی مواقع میگه آره شاید خدا خواسته اینطوری بمیره این دروغه کلام خدا میگه خدا ما را به گناه تجربه نمیکنه. خدا نمیگه یه نفر رو به خودکشی وا داره که یا شخص بمیره نجاتش از دست بده که شاید خدا خواسته که اینگونه بمیره میخوام به شما بگم چگونه شیطان ما رو فریب میده من یه قانون خدا رو ندونم و حق خدا رو برای خودم ندونم دائم در تجربه افتادن هستم کلام خدا میگه شخص عادل هفت بار بیفته بلند میشه چی باعث میشه میافتم بی قانونی چی باعث میشه بلند شم قانون خدا امین اگر آنان که نزد خدا اعتراف میکنن او امین و عادلت اونها رو از هر پاک میکنه این قانون تو رو بلند میکنه نگزه دیگه به گناهان اعتراف کنی تا خدا من شفا بریزه این قانون خدا تو رو بلند میکنه بی قانونی ما رو میزنه زمین قانون ما رو بلند میکنه امین پس من باید بدونم که اگر افتادم زمین قانونی که باید بلند میشه من نمیتونم به غیر قانونی بلند بشم به همین دلیل کسی میفته زمین بلند نمیشه چون که در غیر قانونی داره زندگی میکنه شفیعی ندیم که در تای ما بی خبر باشد بلکه در تمام امور ما تجربه شد اکنون گرد هنگام نیاز به سوی تخت فیض بود این قانون خداست میگه نیازایی بعد به سوی تخت فیض چون که چرا تو افتادی اتیج به فیض داری احتیاج به بخشش داری بعد اگه ندایی نمیتونی دریافت کنی اینا قانون خداست به قانون ما صاحب وعده ها میشیم و قانون چیه؟ باور به قانون میشه ایمان من ایمان دارم به قانون خدا آنانی که به نیکویی میکارن به نیکویی درو میکنن من باور دارم به وعده های خدا که او لنها به جای ما لعن شد در روی صلیب تا ما لعنت آزاد بشیم آمین من قانون خدا رو باور دارم که به زخمای و من شفا دارم آمین من به قانون خدا باور دارم که اگه احترام بذاری ایام عمر تو دراز خواهد شد آمین من باور دارم با قانون خدا که آنی که زیر چت خدای قادر متقمی نشند در امنیت خواهد بود آمین من باور دارم به با قانون خدا و به قانون خدا رفتار می کنم و به قانون خدا دریافت می کنم این وعده خدا برای من و توه من نمیتونم غیر قانونی رفتار کنم به دلم رفتار کنم به نفسم رفتار کنم و بعد انتظار داشته باشم که قانونهای خدا منو حمایت کنه چون همه قانونی که انتظار در کنه اتفاقا خود قانون خدا ضد من میسته وقتی کلام خدا رو غرور قرور صحبت میکنه میگه من شاخ قرور رو میشکنم چرا؟ اینجا دیگه احتیاج نیست که کسی رو برو توی بیسته خود خدا رو بروی تو میسته و شیطان کافی تو رو در واقع در یه غرور قرار بده و همه باعث میشه که ذات خدا به و اون کسی که روی توه جلوی توه خود خداونده کیه میخوای فرمان بدی به از تو دور به خداوند به کی میخوای بگی که از من دور شو؟ به خداوند میخوای بگی از من دور شو؟ به نام عیسی عیسی از من دور شو تو نمیتونی بگی. تو کسی که روبروی تو ایستاده خود خداست. پس اینجاست که در واقع داره صحبت میکنه که من حواسم باید باشه خدا ضد منه یا خدا با منه آمین خدا زمانی که با توست میتونی بگی وقتی خدا با منه کیز بر ضد من نه اینکه خدا زد منه به همین دلیل یه جا شروع میکنم فرمان دادن به کی فرمان میدی فرمانم به خودم برمیگرده چه کسی که روز دیستاده خداست که جلو دیستاده اینجاست که با فروتنی میگه زیر دست های زوراور خدا فروتن شو تا خدا در وقت اعانت تو رو بلند کند آمین من باید به قانون رفتار بکنم تا به قانون دریافت کنم من قانون الهی رو بشناسم و اینجاش کلام خدا برای ما باز میکنه قانون هایی که مکشوفه و نسل خدا و برای ما و برای نسل بعد از ما به همین دلیل که کلام خدا دائم میگه در تورات میگه به فرزندانتون و نسل بعد از خودتون بگید یادآوری بکنید قانون خداست اشتباه میکنم سمره مطلوب نمیبینم میخوام یه مقدار از این قوانین رو با شما در میون بذارم و نمیدونم چند جلسه طول بکشه اما حداقل اون چیزی که خدا امروز میخواد در میون بذاره با شما در میون میذارم کتاب مقدس راجع به جنگی صحبت میکنه که خود این جنگم قانونه مثل دادگاهیه یه متهم داری یه بخشی اتهام کننده داریم که دائم بر ضد ماست فهمون شیطانه یه مقدار راجع این حق و شما بگم که اینو برای شما باز کنم تو کلاسه پایین گفتم اما لازمه برای عده زیادی هستن که از راه دور شیطان نمیتونه تو رو در واقع به چیزی وا بداره مگر اینکه تو باور کنی که این حق تو هیچ وقت تو نمیتونی چیزی رو که مال تو نیست رو بری برداری و دوزی کنی مگر اینکه تو رو متقاعد بکنه که این حق توه چرا فکر میکنی بعضی ما میگن که از کافر دزدیدن حلاله چون که باید شیطان یه چی به این بگه که این باور بکنه که این حق منه که بعد بره انجامش بده خاصیت آدمی اینه که چیزی که حق خودش ندونه دست بهش نمیزنه پس فریب چیه؟ چیزی که حق تو نیست و به تو به عنوان حق میده و تو متقاعد میشی که این حق منه انجام میدی تا شخصی حق جون کسی رو بر خودش نبینه نمیره جون یه نفر رو بگیره چرا چون که فکر میکنه جون این رو گرفتن می‌بردش به کجا می‌بردش به بهشت پس به خودش حق میده بره جون اون رو بگیره مال یه نفر رو ببیاره زندگی یه نفر رو آتیش بزنه چون که این وسوسه متقاعدش کرده که این حق توه پس اگه حق توه تو محق هستی پس اجازه داری ازش استفاده کنی قانونی پس فریب اینطوری میاد و ما هیچ خطایی رو هیچ گناهی رو هیچ وسوسه‌ای نمیشیم مگر اینکه تو رو متقاعد بکنه که این حق توه و اتفاق نمیفته خدا خدای فیض خدای محبت خدا میبخشه خدا اینه پس حق تو بکن و تو میری میکنی بعد میفتی تو دردسر تمام کارهای شیطان از طریق حق میاد آیا به راستی خدا گفته از میوه درختان نخور نه خدا گفته بخور فقط از این نخور چرا نخوری حق توه آها پس حق حق منه پس من اجازه دارم اجازت کجا میاد زمانی که متقاعد بشی که این حق توه یه ازدواج میخواد صورت بگیره خدا میخواد به این به هم برسن شیطان میدونه اینها دارن نقشه خدا رو انجام میدن چه کار میکنه بابا ما که به هم میخوایم برسیم قبلش هم میتونیم با هم یه رابطه داشته باشیم چی میشه؟ دو روز دیگه میخوام بریم عقد بکنیم اشکال نداریم دو روز و مشکلی نداره من راضی تو راضی خدا راضی بی خیال ناراضی آها حق توه همین باعث میشه زندگی زیر لعنت میره حق توه حق توه حق توه, حق توه. اگه حق توه چرا زیر لعنتی حقیقت تو رو آزاد میکنه تو رو اسیر نمیکنه آمین؟ پچار زیر لعنت هفتی حقیقت نبوده دروغ بوده در جانب حقیقت به تو داده شده پس ما باید تشخیص بدیم که قانون خدا چیه و غیر قانون چیه کلام خدا میگه به کاهنین میگه به قوم من بگی فرق بین مقدس و غیر مقدس رو تشخیص بدن فرق بین پاک و ناپاک رو تشخیص بدن بتونن بفهمن از کجا دارن میخورن اینجاست که در واقع تو جنگ روحانی ما دائم در واقع داریم میخوریم زمین و نمیفهمیم چرا از کجا داریم میخوریم چون که نمیفهمیم چه اتفاقی داره میافته قانون نمیدونیم و فقط داد زدن و فرمان زدن که برو بیرون مشتل هوا کوبیدن تو به قانون نمیزنی تو اگر به قانون بکس تو بزنی به جای درست بخوره حتما نتیجه درست میده آمین و اینکه فقط داد بزنی دور خود تاب بخوری مثل این بگن زورخونه یا چیزی اتفاق نمیافته فقط سر خودت گیش میرو میافتی زمین آخر کار ناامید چی شد خدایا این همه گفتم این همه کردم نشد به داد زدن نیست به نهیب زدن هم نیست یه جایی بله نهیب هم میزنیم زمانی تاثیر داره که به قانون حکم کنی آمین و تو نمیتونی به قانون حکم کنی اگر قانون الهی رو نشناسی ندونی چی درسته میخوام برگردم به چند تا از قوانینی که در واقع خدا برای ما مهیا کرده که تو این قوانینی ای که در واقع ما میتونیم تو جنگ روحانی پیروز بشیم اولین قانونی که کلام خدا دربارهش صحبت میکنه اینه که آیا تو سر جای درست استادی یا نه خود قانون اولین قانون اینه تو در جای درست هستی یا نه مزمور یک آنانی که زیر سطر سایه خدای قادر مطلق مینشینند، نشینند اونم نمی ایستاده یعنی چی؟ هر آن ممکنه بری میگه چرا ایستادی؟ بیا بشین نه میخوام برم دیدی وقتی یه نفر میاد ایستاده یعنی میخواد بره نشسته یعنی که حالا حالا در خدمتیم به تو دم در بده آنی که زیر ستر سایه خدای قادر مطلق می نشیند در امنیت خواهد بود آمین پس اولین قانون اینه که تو در جای درست استادی که تقاضای امنیت می کنی آیا چتر خدا رو سرت هست که تقاضای امنیت می کنی تو نمی تونی چتر از سرت بزنی کنار و بارونی باش و خیس نشی چترهای خدا چترهای مختلفیه اچت پدر مادر گرفته چت همسر گرفته چت خادم و شبان و کلیسا گرفته اچت پادشاهان گرفته چت های مختلفی که کلام خدا راجعش صحبت میکنه من نمیخوام واردش بشم سالهای گذشته مفصل راجعش صحبت کردن، میتونید توی یوتیوب برید و پیغام‌ها رو بشنوید اولی قانون اینه که در جای درست ایستادن و درست عمل کردن آمین من اگه در جای اشتباه بیستم درست عمل بکنم جواب نمیده و در جای درست بیستم اشتباه عمل کنم جواب نمیده بارها کلام خود راجبه صحبت میکنه بیاد به شایستگی آن خدایی که شما رو دعوت کرده رفتار کنی یعنی در جایگاه درست درست عمل کن به عنوان یه خادم خدا به عنوان یه ایماندار اگه در جایگاه درست میسی در شایستگی همون عمل کن من نمیتونم در جایگاه درست بیستم اشتباه عمل کنم و بعد نتیجه مطلوب ببینم در جایگاه همسر وقتی میستی بعد درست عمل کنی در جایگاه شوهر میستی در جایگاه بچه میستی در جایگاه عضو کلیسا یا هر جایی که میستی کارگر شاپکار رئیسی هر کاری هستی وقتی در جایگاه درست میستی و درست رفتار میکنی دست خدا با تو خواهد بود آمین پس قانون الهی اینه که من اول در جای درست بدونم جای درست من چیه خدا من از چی میخواد به شایستگی آن خدایی که شما رو دعوت کرده رفتار کنید مطابق همون رفتار کنید اگر شوهری شوهری شایسته همسری شمسری شایسته به شایستگی یعنی به نیکویی یعنی مطابق به قانون خدا رفتار کن اون موقع به عنوان زن دا آسمان برای تو بازه اون موقع به عنوان مرد آسمان برای تو بازه وگرنه فقط داد زدن آسمان باز نمیشه اتفاقا وقتی طوفان و گردباد میاد آسمان بیشتر بسته میشه صدای شلوغه قرش میده همینطور که میاد ولی آسمان باز نمیشه کلام خدا میگه وقتی دل شما شما رو مذمت نمیکنه آسوده خاطر باش دستتو به با آسمان بلند کن اگه دل در واقع داره تو رو ملزم میکنه که بابا دست تو به گناه آلوده است دست بر چی بلند میکنی خدای دستم خوش شد میگه دست بیار پایین کیگو بلند کنی با اول دست بشور بر زبان تو بشور قلب تو بشور بعد به با آسمان بلند کن خدای منو ببخش اول بار دیگران رو ببخش تو رو ببخشم اینا قانون الهیه خدا ما رو در تجربه و آزمایش نمار از شریر راهایی بده و در قانون الهی باشی که خدا تو رو از تجربه و شریر راهایی بده قانون الهیه به قانون رفتار کن برکت خواهی یا فامین پس اولی قانون اینه در جای گاه درست و درست عمل کردن شیطان اولین کاری که میکنه تو رو از جایگاهت بزنه ول کن نیست نمون برای چی کجا برای کی چرا هزار شک به وجود میاره اصلا چه ارزشی داره قانون بابا دنیا بی قانون این همه آدم دارن دزدی میکنن تو هم برو بکن حالا همه راستن حالا همه راست میگن تو کیسشون تو میخوای بری راستشو بگی این همه گفتن قبول شدن خود تو هم برو مثل همه بشو داره به تو چی میگه با بی قانونی هم میشه موفق شد نه پس بیکاری مریضی بری قانون بدی بر خود دردسر درست بکنی بعد انتظار چه خواهی داشت آنچه که میکاری آن را درو میکنی برکت بکاری برکت درو کنی. لعنت بکاری لعنت درو میکنی تو نمیتونی زیر چت نباشی و در امنیت باشی اونجاست که کلام خدا میگه وقتی زیر چتی هزار نفر به دست راست ده هزار نفر به دست چپ به تو آسیبی نخواهد رسید آمین چون که تو قانونی اونهایی که دارن میخورن در قانون نیستن پس تو نمیتونی انتظار داشته باشی جزو این وریا باشی ده هزار نفر یا و نخوری جزء صد هزار نفریا باشی و نخوری تو زمانی میتونی جدا از این چپ و راست باشی که در زیر چت باشی آمین و این فریبه که تو میتونی خارج از چت باشی و خیس نشی دومی قانونی که در واقع خدا درباره اون داره با ما صحبت میکنه تو جنگ روحانی اینه هیچ سپاهی یک نفره نمیتونه به جنگ بره پس هیچ وقت وسوسه نشو که به تنهایی به جنگی که من به تنهایی میتونم خودم از پس همه چیز در بیام خدا ما رو دعوت میکنه به یک اتحاد شایسته نیست آدم تنها باشه شایسته نیست حتی زنمت تنها باشن کسی رو باور نشوند شایسته نیست که فقط بچه باشه همینطور ادامه پیدا کن کلیسا یعنی بدن مسیح شما نمیتونی در واقع یه جنین رو پیدا بکنی که فقط کلیه داره میگن چی میگه نمیدونیم نه سر داره نه پا داره نه دست داره نه قلب هیچ چی فقط یه چی بنده کلیه تو این رحم اینجا شک گرفته این دیگه بهش بچه نمیگن پناه بر چی از جبل خلقه میشه نه بچه زمانی سالمه که همه اندام انداماش با هم باشه دور سرش اندازه میگیرن قدش اندازه میگیرن ستون مهرهاش اندازه میگیرن در واقع تمام اندامش اندازه میگیرن زانوهاش و پاش و همه اینا رو اندازه گیری میکنن که این بچه داره درست روش رو میکنه بدنی که سالم همه اعضا باید با هم کنار همدیگه باشن برای چی؟ چرا کلام خدا ما رو در واقع به گوسفندان تشبیه میکنه؟ اینجا سو تفاهم نشه تشبیه خدا هم خودش رو در واقع به عنوان چوپان معرفی میکنه اشکال نداره اگه خداوند من چوپان منه من حاضرم گوسفند مرتعی او باشم آمین اگه اون با تمام جلال خوش شایقت میاره پایین که عنوان چوپان خوش معرفی میکنه چرا من گوسفند مرتعی او نباشم باشی به گوسفند باشیم بز نباشیم شاخ بزنیم آمین پس چیزی که در واقع اینجا میخوام راجع به صحبت کنم اینه که گوسفندها موجوداتی هستن که یک بدون هم نمیتونن زندگی کنن؟ بوزها خیلی راحتن. بوزها اکثرا نگاه میکنی بالای کوهن. یا دارن میافتن یا میگه آه الان دیدی همیشه وقتی بوز میبینی میترسی؟ میگی اون مثل بوز رفت بالا دیدی؟ یه عکسی دیدم روی سیم برقید، دو تا ستون برق بود یه سیم برق یه بوزی با شاخش گیر کرده بود اون بالا. آخه من تعجبی از کجا رفته بود بالا؟ پریده بود، اینطوری رفته بود. چطوری اونجا گیر کرده بود؟ ولی شما هیچ گوسفند نمی نمیبینید. گوسفندها موجودات اجتماعی هستن. بی‌دفاع هستن. تنها دفاعشون تو جمع بودنه. به همین شیطان میدونه چطوری بعد گوسفندو بزنه. گرگ چطوری به گله بزنه، جدا میکنه و بعد میزنه. هیچ وقت وسوسه جنگ یه نفره نکنید فکر نکنید که من میتونم به تنهایی جنگ کنم به تنهایی بیستم کار شیطان چیه جدا کردنه کار جدا کردن مال کیه دیابولوسه دیابولوس یکی از اسامی شیطانه یکی از ارواحی که در واقع به طور خاص تو دنیا داره کار میکنه یکی از ارواح قویه که توی سرزمین ایران داره کار میکنه به همین دلیل هیچ ایرانی کنار هیچ ایرانی نمیشینه ترک ها رو نگاه کن چطوری پشت هم هستن روس ها رو نگاه کن چطوری پشت هم هستن عرب ها رو نگاه کن چطوری پشت هم هستن تمام ملیت ها پشت هم هستن تنها جامعه ای که در واقع بین هم در واقع تفرقه هست ایرانی هاست اونم به خاطر روح دیابولسه یعنی غیر ممکن یه ایرانی با روح دیابولس روبرو نباشه دور داره تاپ میخوره بگو نه من قانات میکنم که هست به همین دلیل دائم تنهایی جدایی چرا؟ چون که تنهایی جدایی لعنته انفرادی لعنته برای چه نفر از زندان میبرن میدادنش انفرادی؟ که تو لعنت بنددنش بعدی دیگه و شخصی خودش میره خوش تنها میکنه در و همه چی رو به رو خودش میبنده همه یه لعنته و شیطان ما رو میبره به اینجا چرا؟ چون که دیگران ما رو زخمی میکنه تو سلول ها و دائم زخمی و زخمی اما فراموش نکنیم بین زخمی که در جمع میاد و زخمی که در تنهایی میاد این خیلی بهتر از اونه چون کلام خدا میگه دو از یک بهتر با هم اجرت بیشتر خواهند داشت چرا که آن که اون دیگری او رو بلند میکند اگر کس نباشد تو رو بلند کند وقتی بیافتی چی؟ اینجاست که شیطان توی جنگ ها میدونه چه قدرتی در اتعاد هست مسیح میگه وقتی دو نفر با هم جمع میشن سر موضوعی میخوان دعا بکنه من اونجا هستم نمیگه هر کس تو خونه خودش تنهایی بیسته و دعا بکنه من اونجا هستم تو جنگ ها هیچ وقت وسوسه نشید که به تنهایی بجنگید من میتونم باید پشتیبانی داشته باشی پشتیبانی دعا داشته باشی بین زن و شوهرها رو میزنه بین خواهر میزنه بین گله و شبان میزنه بین مردم رو میزنه دائم کار شیطان اینه دیابولوسه دائم جدایی تولید میکنه بین تو خدا رو میزنه بین خدا و تو رو میزنه بین تو و دیگران رو میزنه خودت هم با خودت نسفت میکنه دیدی بعضی با خودشون مشکل دارن خود درگیری دارن نه دید؟ شما از آسمون اومدی؟ میگه رو با خودش هم مشکل داره با خودش نه چند چنده. خودش هم با خودش جنگ داره شما فهم کنید چرا یه یعنی نفر خودش آزار میده چون با خودش مشکل داره اون شخص دیو زده تو بیابون برای چی خودش رو میزد برای چی خودش عذاب میداد برای چی همچی بلای سر خودش در می آورد برای چی خودش رو تنبیه میکرد چون با خودش مشکل داشت از خودش متنفر بود نه فقط از دیگران متنفر بود نه فقط از خدا متنفر بود بلکه از خودش هم متنفر بود میگه به مردم که میرسید مردم حمله میکرد به خدا فوش میداد و خودش هم میزد اولین کاری که کرد مسیح در این ملاقات هر سه رو شفا داد آمین اول از همه میگه چیزی بکنه تنش یعنی چی یعنی که با خود داشته کن خود تو دوست داشته باش به خود اهمیت بده به خود احترام بده خود تو ببخش اون که اتفاق افتاده بله مقصر تو بودی بی قانونی کردی اما اگر امروز به قانون رفتار کنی خدای خالق قانون تو رو حمایت میکنه توا میگه به سخنان عیسی نشست با خدا آشتی کرد اونی که میخواست به عیسی ای پسر خدا تو رو با ما چی کارت میخواست حمله بکنه الان باش آشتی کرد سه میگه خداوند اجازه بده دنبال تو بیا میگه نه برو هنوز یه آشتی مونده برو به شهر و دیار و خانوادت با اونها آشتی کن دنبال من نمیخوا بیای شفا باید کامل میشد خیلی از ما دوست داریم همین که خودمون رو دوست داریم خدا رو هم دوست کنیم دیگه همین که بین مردم داریم کافیه مسیح میگه نه تو باید بری بین مردم میگه که نفر که دلش از مردم شکسته بود پر از زخم و عفونت با این همه محبتی که بهشون کرده بود دل شکسته یه روز میره بالای کوه میگه خداوند و عیسی مسیح من اومدم دلم از این مردم گرفته دیگه نمیخوام با این مردم زندگی کنم پر از ناراستی و پر از ریاو و پر از دروغ و پر از نیرنگ و پر از تبهکاری من نمیخوام اومدم بالای کوه با تو زندگی بکنم خدای بیا کجایی میگه صدای از پایین کوه اومد که فرزندم و بالا چه کار میکنی من این پایین بین مردمم جالب ما دنبال این هستیم که بریم آسمان پیش خدا باشیم خدا آسمان رو طی کرده اومده پایین بین مردم باشه خودمون رو فریب ندیم اگر خدا میگه قانون اینه به قانون باید بیسی همدیگر محبت کنیم همدیگر رو بپذیریم سخته معلوم دیابولس نمیذاره روی نفاق و جدایی نمیذاره این همه آمار این همه جدایی تو دنیا برای چیه هر چیزی را که خدا برکت میده دیابولوس جدا میکنه خدا زن و رو برکت داد دیابولوس جداش میکنه خدا دوستی ها رو میگه دوست از برادر چسبنده تر برکت میده دیابولس جداش میکنه بین پدر و مادر که وجودشه در واقع کاری میکنه که در واقع پدر و مادر قلبش میکنه دیگه میگه بچه رو رهاش بکنم برای چی دیابولس داره میشکنه هر چی که خدا به عنوان اتحاد برکت میده دیابولوس میشکنتش واژه واژه دیابولوس قبلا گفتم یه بار دیگه میگم شاید اولین بار میشنوید از دو تا واژه دیا به معنی دو و بولوس به معنی انداختن در زبان یونانی یعنی دو به همزنی جدایی انداختن یکی از اسامی شیطانه اسامی زیادی داره یکیش اینه اینجاست که خدا میخواد ما بفهمیم از کجا داریم میخوریم و اون نمیتونه کاری کنه مگر به قانون موسا به شما میگه قتل نکن اما من به, به شما میگم اگه در دلت بغض کینه به خواهر برده داشته باشی قاتلی این کی انجام میده دیابولوس قانونی داره کار میکنه اینجاست که به خاطر همین میبینی علارغمی که ایمان به مسیح داریم اما رحمت های خدا رو نداریم دعا میکنیم اما رحمت های خدا رو نداریم چون که به قانون رفتار نمیکنیم فقط دعا میکنیم دعای تو مطابق قانون تو باید در جایگاه درست بیستی دعا کنی تا خدا من دستای تو رو دراز بکنه اشیا پنجانو چی میگه آیه میگه قوم من ایستاده دارن دعا میکنن خب بعد داره دعا میکنه مثل من شما دیگه داره دعا میکنه کاری که بدی نمیکنه داره دعا میکنه و بعد چی میگه؟ میگه برو بهشون بگو گوش من کر نیست قد نزن برای چی جیغ میزنی؟ خدا نمیشنوه میگه برو بهش بگو گوشهای من کر نیست که نشنوم خدا چرا نمی دستت دراز نکنی خدا دستت کوتاه شده نه میگه برو بگو دستای منم کوتاه نیست که نرهانم گناهان تو بین من و تو فاصله انداخته یعنی چی در جایی گو درست نایستادی فقط درست دعا کردن کافی نیست در جای درست ایستادن و دعا کردن جواب میاد آمین متوجه شدید چرا برکت نداریم چی چی میگردیم چی میخوای؟ فقط داد بزنی؟ که من مسیحیم؟ میگه نه هر کس من رو خداوند خداوند بگه پس فقط داد زدن و اعلام کردن نیست در جایگاه درست ایستادن و او را خداوند خداوند گفتن آمین؟ وقتی در جایی درست میستی حتی ظلمی بر تو روا میشه نهایتش میشه صلیب عیسی نهایتش میشه جایی که اند نامردیی رو دارن بعد انجام میدن و روی صلیب اگر تو پسر خدایی خود و ما رو برهان وقتی در جای درست میسی جفایی بر تو خواهد اومد آمین که رستاخیزم خواهد بود آمین چون که خدا میاد و تو رو تایید میکنه برای آنانی که در مسیر اراده خدا هستن همه چیز با هم به خیریت خواهد بود چون که در قانون خدا تو رفتار میکنی کتاب مقدس اینطوری نگاه کنید از این به بعد کتاب قانون الهیه ما برکات میخوایم بگیریم اما نمیخوایم به قانون رفتار بکنیم تا اگر قهرمان ایمانم باشی به تنهایی تو جنگ بیسی شکست میخوری ما احتیاج به همدیگه داریم فقط هم خدا نه یا فقط خدا میگه شبان داری؟ شبان من ایساس آمین که ایساس اگه نباشه که دیگه ول معتلیم چت زمینی چی؟ نه ملعون از آن که به انسان توکل کنه کی گفته توکل کن؟ میگه شبانت کی؟ نگفتیم توکل کن چت روحانیت کیه؟ به کی جواب گویی؟ کی برای تو در جنگ‌های روحانی میسته؟ کی برای تو سپر بلا خواهد بود؟ وقتی چت نداری سنگ‌هایی که از آسمان میریزه تو رو خورد خواهد کرد بعضیا خیلی دوستان شبان بشن میگم زمانی که تونستی چوب بخوری و زمانی که تونستی سنگ بخوری چون وقتی شبان میشی میشی چتر هر بلای اول بر چتر میاد همینطور که بر عیسی اومد که بر تو نخوره بر تو میاد که بر دیگری نخوره کیا تو امنیتن؟ فقط فرزندان که زیر چت پدر مادر زیر چت شبانی و زیر چت خداوند هستن آمین؟, وسوسه جنگ تنهایی هرگز نکن چون از خدا نیست خدا می‌خواد که ما کنار همدیگه باشیم برای همدیگه شفاعت کنیم برای همدیگه بیسیم و علیرغم تمام مشکلات شیطان از اتحاد خیلی میترسه قانون بعدی که میخوام راجع بهش صحبت کنم قانونی که تو جنگ‌های روحانی آنچه که از دهان تو بیرون میاد مطابق اون بر تو حکم می شود. شیطان میدونه قبلا راجع به صحبت کردم. شیطان خیلی خوب میدونه که در کلام چه قدرتی وجود داره. چون خدا رو میشناسه. خدا وقتی قانون رو گذاشت از چه حال کلامش قانون رو داد. قانون خدا چیه؟ لوگوس خداست. لوگوس خدا شد دلیل ایمان من و تو. آمین. پس آنچه که از دهان تو بیرون میاد کلام خدا میگه میگه سمره لبهای تو رو خواهد چشید آنچه که از دهان تو بیرون میاد اگه لعنت باشه لعنت نصیب تو خواهد شد اگه برکت باشه برکت نصیب تو خواهد شد و تو جنگ روحانی شیطان میدونه که چگونه چاقویی که دست توه چاقویی که میتونه قلب شیطان رو بشکافه چاقویی که میتونه قدرت شیطان رو بشکنه اون چاقو رو چطوری بگیره بتن به کمر خودت چون میدونه در زبان آدمی چه قدرتی هست و اینجاست که کافی زبان تو رو برگردونه و خودت با زبان خودت آنچه که زیر زمین زیر پات لعنت کنی آنچه که متعلق به تو به عنوان خونواده لعنت کنی آنچه که ابزار دست تو رو لعنت کنی و آن محیطی که داخلش هستی لعنت کنی و خودت تو روزگار زندگی تو لعنت کنی شیطان پرستا وقتی نگاه میکنی تو جلساتشون اکثرا کاری که میکنن روز تولدشون رو لعنت میکنن لعنت به روزی که متولد شدم لعنت به رحمی که منو متولد کرد رحم به پدری که با مادر من خوابید و منو متولد کرد تمام زبان شیطان پر اساس از لعنته میدونی چرا چون خدا رحم و برکت داد خدا ازدواج برکت داد خدا بچه ها رو برکت داد به خاطر همین لعنتش میکنه برای چی ما بچه ها رو به خدا تقدیم میکنیم چون که از قدرت شیطان و لعنت شیطان رو محافظت میکنیم همین ما عملا یه کار جنگ روحانی داریم میکنیم وقتی بچه‌هامون رو به خدا تقدیم میکنیم و جنگ روحانی همینه کار درست و در شرایط درست انجام دادن اونجا من میتونم اعتمال داشته باشم که خداوند به قانون با من رفتار میکنه پس اینکه از زبان من چی بیرون میاد کلید پیروزی منه اما حواسم باشه وقتی میخوام کلامی از دهانم بیرون بیاد کلام خدا میگه وقتی حرف میزنید تو اول پتروس باب چهار میگه وقتی حرف میخوای بزنی همچون سخنگویان خدا حرف بزنید یعنی چی؟ انگار خدا داره حرف میزنه یعنی چی؟ انگار چیزی رو داره میگی که خدا روز اول گفت آمین یعنی به چی؟ یعنی با همون ایمانی که خدا گفت و تو شنیدی با همون ایمان بگی آمین وقتی حرف میزنی چون خدا سخن بگو چون از موضع خدا داری حرف میزنی چون که خدا پشت این کلام امضا کرده آمین اینجا صحبت از نیست صحبت از حرفای قشنگ نیست حرفای قشنگ تو دنیا زیاده امروز فیسبوک پر از حرفای زیبا و قشنگه وقتی نگاه میکنی دلتو قلقلک میده اما اینا یه تلقینه تو خوشبختی بگی خوشبختم انرژی منفی رود کن انرژی اینو نزدیک کن اینو فلان بکن رنگ تو عوض کن اونو قرمز کن اونو سبزش کن اینو فلانش کن آخر کار میبینی زندگی شخص پر بدبختی و لعنته تلقین فرقش با ایمان چیه تلقین پشتوانه نداره تو میری به خود داری میگی که من خوشگلم من خوشگلم من خوشگلم خب نه اینه نه یه چی دیگه ولی تش میگی بابا حالا من که گفتیم چیزی در من عوض نمیشه ولی وقتی میگی که من در مسیح این هستم من در مسیح آن هستم خدا مرا خوانده که این باشم توی پشتوانه داری راجب به کسی داری صحبت می‌کنی که پشت حرف تو رو امضا کرده وقتی راجب به شفا صحبت می‌کنی چون که به زخمای او یه پشتوانه من دارم که پشت من ایستاده فیض او مرا کافی است که مرا قوت میده آمین یکی وجود داره خودم نیستم روی خودم حساب باز نکردم برای خودم چک نکشیدم برای خودم نوشابه باز نکردم خداست که برای من نوشابه باز میکنه آمین چرا کباب هم میاره با پیاز سالاد بیدارید اینجاست که مطابق آنچه که میگم انجام خواهد شد وقتی مسیح میگه که شما رو اختدار بخشیدم به شما قدرت دادم مطابق قانون شیطان با بیقانونی میاد و با قانون میره بیرون تو نمیتونی با بیقانونی شیطان رو بیرون کنی میگه ادهی چنیدن که پولس و رسولان به قدرت نام عیسی دیو بیرون میکنن در انجیل متا ما میبینیم میگه تو نمیتونی شخص زورآور رو بیرون کنی مگر اینکه ابتدا او رو ببندی چطوری میتونی ببندیش؟ قانونی باید ببندیش تو نمیتونی غیر قانونی یه نفر رو ببندی ای که میشه هجوم میشه نامشروع طریق طریق غیرقانونی میشه تجاوز اینجا حجوم داری میاری تو نمیتونی باید قانونی ببندیش چطور وارد شده غیرقانونی وارد شده چطور میتونی ببندیش قانونی تو باید ببندیش شخص زوراور را نمیتوان بیرون کرد مگر اینکه ابتدا او را بست قدرت بستن و باز کردن آسمان به دست ما سپرده شده چطوری قانونی دروازه های جهنم ها میتونی ببندی چطوری قانونی چون کارا اون غیر قانونیه تو با قانون میتونی جلوش بیستی و اینجاست که در واقع میگه ایده ای رو اومدن تو اعمال رسولان میگه اومدن شنیدن که به نام عیسی دیو بیرون میکنن گفتن خب ما هم بریم بکنیم میگه پسران اسکیوای ای, ای بودن اومدن و رفتن گفتن که به نام عیسی که پولس درباره او صحبت میکنه و پتروس درباره این چی میگه برو بیرون میگه با ما پولسه که میشناسیم اینم که میشناسیم عیسی هم که میشناسیم تو رو سن نه ترک بوده بود خب اونا رو ما میشناسیم ما باید ازش اطاعت کنیم تو نمیتونی فقط همینطور حرف بزنی یه کارتونی بود قدیما نشون میداد میگه چی متیکومان حاکم بزرگ خدا را شکر حاکم بزرگ عیسی مسیح پشت سر ما هست تو همینطوری نمیتونی مورو برداری صلیب مسیح حکم و حاکم بزرگی برای ما تو باید آنچه که میگی باور داشته باشی که خواهد شد شیطان میتونه بفهمه تو داری خالی میبندی یه واقعی داری میگی چون خودش استاد کلام و بازی کردن با حرفه قشنگ میتونه بفهمه حرفی که داری میزنی چقدر یقین داری, داری میگی اینجاست که وقتی با یقین میگی باید اطاعت کنه آمین میگه باید از شما دور بشه به اشاره انگشت شما باید از شما دور بشه چون قانونی که داری دراز میشه قانون قانون خداس انگشت داره دراز میشه وقتی میگه به اشاره انگشت تو اولین حکم شریعت چیه فقط خداوند خدای خود پرستش کن و فقط او را عبادت کن اولین قانون شریعت میتونه شیطان از تو دور کنه که تو هیچ حقی در زندگی من نداری چون که خداوند خدای حقیقی خدای منه آمین و هر گونه حق مالکیت و حاکمیت تو رو میبندم و میشکنم در زندگیم به همون انگشت اول قانون اول خدا به قانون بعدیش هم نمیخواد برسی وقتی مشخص کنی که من کی هستم خدا کجای زندگی منه دیگه جایی برای فریب شیطان باقی نمیمونه به قانون باید جنگید به همین دلیل ما زندگیمون این همه توش بدی و این همه شادی نداریم این همه خوشی نداریم تو نمیتونی در واقع ریشه تلخ به کاری و شادی درو کنی به زندگی نگاه کن چرا اینقدر غمگینی چرا اینقدر نارامی چرا اینقدر افسردی چرا اینقدر شادی نداری تو فرزند خدایی قوت خدا رو تو بلند شو و بشکن تمام چیزایی که شیطان به تو فریب داده یه جا و به خودت اعلام کنی من کی هستم خجالت بکش بلند شو و از این حرمت نام خداوند دفاع بکن اینقدر اسیر و بدبخت و زیر پا لگت نخور خودتو محکوم به بدبختی میکنی که آره من ضعیفم بدبختم مصیبت زدم چون مامانم خواهرم برادرم زنم شوهرم این بوده شانس من از زندگی این بوده شانس من, شانس من ندارم من یه ایمان دارم و ایمانم بر اساس ایمان به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند منه شانس من چیه ما شانس نداریم در مسیح یا ایمان داریم یا نداریم اگه ایمان من خداونده که برای من زندگی بعد از منه گذشته من چی بود تمام شد چیزهای کهنه در نه همه چیز نو شده و من این باور رو دارم شروع میکنم به ساختن آنچه که خدا برای من در پیش رو داره بعد باور کنم و مطابق همین باور اعلام کنم دائم منفی, منفی, منفی و منفی و منفی و منفی و منفی و منفی آن به خودت میای میبینی کوله باری از بدبختی رو سر خودت فرو ریختی یا بعضی موقع اینقدر میکوبیم 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 یا همسرمونو، یا زنمونو، یا بچه‌مون و بعد آخر کار مثل آواری رو سر خودمون بنا میشه بعد یه نفر جنازه رو دست تو بعد ای به دادش برسی خب دهنتو ببند یه شخصی میگفت من سه بار ترک کردم و باور کن برای در هر سه بارش با تمام وجودم ترک کردم گفت میدونی چی باعث شد که دوباره برگردم دام چی شد گفت هیچکس کس منو باور نکرد که من ترک کردم هیچکس کس منو قبول نمی کرد میگفت چی به میگفتن گفتم چی میگفتن میگفتن توبه مو گرگ مرگه میگو بابا به میگو اگر این ما سیاه شد من باور میکنم که تو عوض میشی همینو به خانوادت داری میگی و بعد بچه بیچاره تو مصیبت میفته میزنی تو سر خود چرا بچه من این شده فکر میکنیم خیلی عاقلیم خیلی اندیشمندیم خیلی تجربه داریم اگه تجربه داشتی و حکمت خدا رو داشتی، این گونه حرف نمیزدی امید میدادی به همسرت به خانوادهت به بچت که بلند بشه به نام عیسی مسیح حداقلش اگه جواب نده چون که انسان حق انتخاب داره میتونه قبول کنه میتونه قبول نکنه ولی حداقلش اینه تو در جای درست ایستادی و در جای درست عمل کردی حتی اگه شخص نخواد خدا با تو خواهد بود آمین. در آسمان داوری نخواهی شد من درست عمل کردم خداوندا اون نپذیرفت من درست بشارت دادم اون ایمان نیاورد حداقل تو در داوری خدا ما برا هستی این حداقلشه حد هرچند هر که در زمین میوه خواهیدید. به قانون رفتار بکنید تا خدای قانون خدای کانون خدای صدق خدای عدالت تو را حمایت کنه به نام عیسی مسیح تو هفته آینده بیشتر ابعاد جدید قانون الهی رو شما باز میکنم که اگر میخوای به رحمت های خدا مبارک بشی باید به قانون رفتار کنی و امروز میخوام توبه کنیم از هر بی قانونی از هر چیزی که فکر میکردیم حق ماست و به قانون رفتار کردیم و قانون نیست کلام خدا میگه ببخش قانون خدا بخششه نبخشیدن غیر قانونی تو کسی رو توی زیرزمین خونت مخفیش کردی جرمه به خاطر چی مرغ خونت دوزیده بچه رو گرفتی تو زیرزمین تنبیهش داری میکنی یه شخص رو گرفتی داری زن... در واقع زندانش داری میکنی تو داری خودت زندان میکنی یه نفر رو گرفتن میگفتن مدت های طولانیه که در واقع یه بچه ای رو بچهش رو گرفته زندان کرده تو خونه و این دیوانه بار معمولا همچی آدم خودشون هم بیرون پیداشون نمیشه چون خودشون هم زندانی هم. اینو فراموش نکن هر زندانبانی خودش زندانیه شاید بتونه بیا بیرون ولی دائم با زندانی سر کار داری به خاطر زندانبان رو وقتی نگاه میکنه آدم های نرمالی نیستن با اینکه شغلشونه قانون خدا میگه آزاد کن رها کن یه زمانی اشتباهی بر تو شده یا تو کردی بغض کینه ای هست ما بقی زندگی تو تباه نکن یه قسمت زندگی فیلم زندگی تو نور خورده و سوخته ما بقی شو نگه دار که عکس های زیبا در مسیح در آلبوم زندگیت شک بگیره اشتباه نکن فریب نخور نیافت درست رفتار کن بمان معمولا وقتی در وفاداری میسی در پاکی میسی در قدوسیت میسی درست میسی همون که لحظاتی که باید نتیجه بگیری شیطان میاد تو رو به نوعی میزنه ناامیدت میکنه برای چی تو این همه بابا ول کن سختی نکش فلان نکن بی خیال همین که یه ذره دیگه مدت تا خط پایان که اینو بگ، بگ، بگذرونی و بشکنی قدرت لعنت و پیروزی خدا رو اعلام کنی همونجاست که دقایق آخر که احساس میکنی نه دیگه نبر دیگه بی خیال بشو خیلی از افراد میستن می در پاکی میستن می یه جا میستن می میستن آخرش یه دفعه میخورن در بخشش میستن می میستن میستن آخرش میخورن چون شیطان همین که میبینه الان نزدیکی تا گرفتن پاداش خدا دست تو رو میزنه که دریافت نکنی بیست خوشا بالانه که تا آخر بیستن نه فقط میوه بیار میوه نگهدار دار میوه پاکی نگهدار دار میوه صبر و بخشش و محبت تو نگه دار, امین؟ آمین. نگه دار. این همه زحمت کشیدی این همه پا رو گذاشتی این همه رو رفتی این همه دوری که این همه پرهیز کردی این همه ارزش داشت از دست نده وقتی به قانون میستی به قانون درو کنی اون موقع برای آنانی که در مسیر اراده خدا در قانون خدا هستند همه چیز همه چیز همه چیز حتی اگر رو صلیب بیفتی همه چیز با هم به خیریت تو تمام خواهد شد آمین با اینکه او خدا بود با خدا برابر بودن و قنیمت نشمرد بلکه خدا خالی کرد فروتن شد همچون غلام تا مرگ صلیب مرد اما خدا او را برخیزانید و به او نامی داد هللویا به تو زمانی نامی میده که تا به آخر میستی به تو نامی خواهد داد تو در مقابل او هر زانوی خم شود و هر زبانی اقرار کنند که عیسی مسیح خداوند است همین تا به آخر بیس استوار باش کم نیار خدا وفادارانو دوست داره بیس در وفادار چرا که یک روز در حضور خدا وقتی میستی به شادی خدای خیش داخل شو ای وفادار ای امین ای قدوس ای بخشنده ای با محبت به شادی خدای خیش داخل شو. وقتی برمیگرده گوسفندان رو در سمت راست و بزها رو در سمت چپ من باید سمت چپ باشم بلکه سمت راست دو باشم مطیع او خداوند شبان من است محتاج به هیچ چیز نخواهم بود حتی اگر روزی تو زندگیم در دره تاریک موت مرگ راه روم روزهای سخت همش مردهای سرسبز نیست نزد آبهای روان نیست در دره تاریک موت هم هست حتی اگر در, در دره تاریک موت راه روم از بدی نخواهم ترسید چرا که تو ای خداوند شبانه من هستی اینو چیزهایی که خدا میخواست برای ما باز کنه چیزهای آشکار نزد ماست و چیزهای مخفی نزد خداست چیزی که خدا از ما میخواد مکشوفاتش رو دریافت کنیم برای اسرارش به او اعتماد کنیم و با او راه بریم چرا که متوکلان خدا را هیچ کمی نیست منتظران خدا خجل نخواهند شد به او اعتماد کن چرا که او شایسته اعتماد هم. آمین هلالویا او خدا شایسته پرستشه پشیمون نمیشیم آنانی که به او توکل میکنن قوتی تازه خواهند همچون آهو جست خیز خواهد همچون اوقا پرواز خواهند کرد خواهند دوید خسته نخواهند شد خواهند خرامید افتاده نخواهند ما خدا از من و تو میخواد بلنشی به قانون رفتار اگر یه جای غیر قانونی رفتار کردی افتادی فقط یک چیز یادت بیاد وقتی گفتی آخ قانون خدا میگه اعتراف کن اعتراف قانون خداست رو بلند میکنه اعتراف قدرت داره قانون خدا هر بی قانونی و هر جرمی رو برای تو بر می داره اعتراف قدرت عظیمی داره اعتراف یه کار قانونیه دست تو بکن بالا خدای خطا کردم بازیکن ها دیدی تا یه اشتباهی میکنه فول میزنه سری خوش دست میکنه بالا داور میگه من خطا کردم داور بهش میگه اوکی برو 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 ولی بله اگر بزنی فکر رد بشی برات کارت قرمز میکشه دست بکن بالا خدا با ببخش اشتباه کردم خطا کردم خدا بلندت میکنه قانونی هم بلندت میکنه اول یوحنا برای شما میگم و بعد از این بریم سراغ پرستش که تو اول یوحنا باب یک آیه نه اگر گوییم که گناه آیه میگم اگر گوییم که گناه نداریم خدا گمراه میکنیم فریبه و در راستی در ما نیست اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین عادل یعنی چی؟ کانون قانونه قانونه او خدای قانونه و با قانون عمل میکنه غیر قانونی تو رو حمایت نمیکنه پسر محبوبش هم باشی غیر قانونی کاری نمیکنه اما با قانون باشی تو رو حمایت میکنه قانون خداست او امین و قانون داره تا گناهان ما رو بیامرزه و ما رو از هر ناراستی پاک سازه و این کار خدا کاملا عادلانه است چون او به جهت گناهان تو قانونا مرد قانون تو رو آزاد کرد و تو از قانون خدا میتونی استفاده کنی و دوباره بلنشی آمین قانون خداست بلنشی زن قانون بلنشی مرد قانون بلنشو پدر تو قانون منده و به قانون تو رو برکت میده به قانون تو رو تایید میکنه به قانون دست تو رو میگیره به قانون تو رو در مقابل دشمنانت سفره ای پن میکنه و سر تو رو به روغن مس میکنه به قانون تو رو تایید میکنه و به قانون تو رو رستاخیز میده و به قانون هر دروغی رو بر ضد تو رسوا میکنه به قانون هر اصلی که بر ضد تو باشه کاری نخواهد کرد به قانون بیست خدا تو رو حمایت میکنه این از طرح خدا برای من و تو در مسیح عیسی آمین